داریم میریم پایگاه شهید نوژه، پایگاه شهید نوژه یا پایگاه همدان، پایگاهی که در زمان جنگ بسیار خدمت کرد و ماموریت‌های بسیار زیادی از این پایگاه انجام شد. این پایگاه پایگاهی بود که درست وسط منطقه جنگ بود. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. حسار درود. درود امیر. اینجا پایگاه شهید نوژه است، پایگاهی که در زمان جنگ عملیات‌های بسیار زیادی از این پایگاه انجام شد. از اون روز انتقام، یعنی 31 شهریور که ما اون عملیات انتقام رو از این پایگاه انجام دادیم، 2 ساعت بعد از حمله عراق ما از این پایگاه به پایگاه الرشید بغداد حمله کردیم. توجه به ضرورت پاسخ سریع به دشمن، تنها 2 ساعت پس از این حملات هوایی عراق، خلبانان تیز پرواز نهاجا با انجام عملیاتی به نام انتقام در قالب 2 گروه پروازی البرز و آلفارد پاسخ قاطعی به استراتژیست های غربی و عراقی دادند. در 31 شهریور که بم خورد توی پایگاه، من بلافاصله طرح البرز رو که از طرف فرمانده نیرو ابلاغ شد که با اون رمز کمان 99 همون طرح البرز ابلاغ شد، یعنی باعث ما وظایف خودمون انجام میدادیم. وظایف ما چه بود؟ ما برای پایگاه هدف‌های مختلفی که داشتیم دسته‌های مختلف از قبل پیش بینی شده بود. خب من این دسته‌ها این به حساب تر آوردم، او شب تا صبح من نخوابیدم، تا صبح تمام این تر رو بررسی و این به حساب دستورات پروازی رو نوشتم آماده کردم که از صبح زود بلند شدم. همزمان با طلوع آفتاب و آغاز روشنایی روز 1 مهر ماه 1359 در سرزمین عراق، با ابلاغ رمز کمان 99، 140 هواپیمای جنگنده مفکن با پشتیبانی 60 فروند هواپیمای رهبی شکاری و سوخت‌رسان از پایگاه‌های هوایی کشور به قربش در آمدند و باندهای پروازی را پشت سر گذاشتند. عملیات هوایی ایران با رمز کمان 99 آغاز شد که نمادی بود از پرتاب آتش خشم ملت ایران به سوی متجاوز و یادآور حماسه آرش کمانگیر در تعیین مرزهای دو کشور ایران و توران، زمنان که عدد 99 از طرح 99 صفحه البرز الهام گرفته شده. از شمال که بگیریم کرکوک و موصل و اربیل و تا بیاد به شعبیه و ام القصر، اینا در یک زمان بود. وقتی میگیم 140 فروند، نه اینکه این 140 فروند صبح تا غروب اون روز بود، اینا در یک زمان، همزمانی که داشت کرکوک و موصل داشت از شمال عراق بمباران میشد، همزمان داشت شعبیه و ام القصر جنوب عراق داشت بمباران میشد. یعنی در یک لحظه در هوای ایران روی تمام پایگاه های هوای عراق بمباران داشتن میکنن. اون روز ما تا غروب 322 سورتی نیروی هوایی پرواز جنگی انجام داد. من باید یک واقعا دست در نکنه و یک تشکر قلبی از این پرسنل فنی عزیز بکنم که واقعا اینا با چه شور و هیجانی کار میکردن. باور کنید بمب روی دیگه پرسنل پایگاه همه شده بودن هماهنگ، همه به هم کمک میکردن. پرسنل غیر فنی هم آمده بودن و بمب میبردن میذاشتن زیر هوا. در پی این عملیات رعد و سا، نیروی هوایی عراق برای مدت طولانی نیمی از توان عملیاتی خود را از دست داد و تا مدت ها پس از آن پایگاه های هوایی این کشور قادر به استفاده از تمام و یا بخشی از توان رزمی خود نبودند.
به طوری که پایگاه هوایی الرشید به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق تا مدت 69 روز پس از این رزم هوایی غیر عملیاتی بود که موجب کاهش توان رزمی هوایی دشمن و کاهش فعالیت‌های هوایی بر فراز جبهه‌های زمینی و کسب برتری هوایی برای دلاور مردان عرصه پیکار شد. من این پایگاه رو به عنوان یک پایگاه مقدس نام می‌ذارم، چون واقعا وقتی یادم میاد کداماشون بگم، عشقی پوره بگم که روز اول خورد به ساخت اونا، کابین عقبشه بگم، عباس اکبری رو بگم که شجاع‌ترین خلبان جنگ بود، کداماش رو بگم، خلدبری رو بگم، روزی طلب رو بگم، کیا رو بگم، واقعا همشون اینا مقدس بودن. به نظر من واقعا اینا اصلا اون خلوصی که بود اصلا اینا سر و دست میشکستن. خدا شاد خلبان میومد درست مثلا دو پریود پرواز کرده بود، می آمد سرش می زد دیوار توی کمانبود جلو، من گریه می کرد می گفت چرا باید دشمن بیاد تو خاک ما، به این راحتی تانکاشون بیاد، من الان به من هواپیما بده دوباره من. این بود که خلبان ها با این هیجان و با این عشق، حالا عشق به وطن بود، عشق به اسلام بود و اینا هیچ مادیاتی هم در کار نبود، مرگ بود یعنی جون دادن بود، ولی برای جون دادن داوطلب بودن، با عشق می رفتن، عشق بود، عشق. اینجا باغ موزه دفاع مقدس همدانه و امروز این افتخار رو داریم که ما در خدمت امیر براتپور هستیم. به یادبود عملیات کمان 99 حماسه 140 فروندی در نظر گرفته شده غرفه‌ای به یاد خلبانان تیز پرواز نیروی هوایی در باغ بوزه افتتاح بشه که به همین مناسبت یک عدد کلاه خلبانی به امضای امیر براتپور منقش خواهد شد. من جان چه باشد بر کف تا سپارم در